صدای ما رو از کانال خبری آوای ایران میشنوید. شنوید. هموطنان گرامی خورشید جاودان آزادی بر آسمان میهن عزیزمان تابیدن گرفته و ایران دیروز و امروز یک پارچه فریاد آزادی خواهی سر داده. اخبار رسیده تا این لحظه حاکی از خروش طوفانی مردم در جای جای میهن عزیزمان ایران است. تیتر روزنامه های امروز صبح 25 آبان در ایران حاکی از نزدیک بودن پیروزی و وخامت اوضاع جمهوری اسلامی است. فریاد مرگ بر دیکتاتور ستون رژیم را به لرزه درآورده و تصاویری که از انقلاب بزرگ ایرانیان به جهان مخابره می شود دل های عاشقان کوچ کرده از وطن را لرزاند. بار دیگر امید در دل ایرانیان در سرتاسر سر جهان زنده شد. امید به بازپسگیری میهن عزیزمان، امید به آزادی. در این بسته خبری گزارشی از مهمترین رخدادهای انقلابی 24 ساعت گذشته و منتخبی از هزاران ویدیو و تصاویر ارسالی انقلابیون که به دستمان رسیده را برای شما آماده کرده ایم دعوت می کنیم همراه ما باشید لطفا پیش از هر چیزی با لایک کردن این ویدیو و به بیشتر دیده شدن این اخبار کمک کنید با سپاس از همراهی شما بوکان آزاد شد تصاویر تاریخی از جشن انقلابیون در بوکان بوکان اولین شهری از ایران است که به دست انقلابیون افتاد انقلابیون با فراری دادن شمار قابل توجه از اعضای سپاه از شهر خوشحالند و فریاد میزنند جشن آزادی و برای پیروزی خود مراسم آتشبازی برگزار کردند جوانان انقلابی بوکان شامگاه سهشنبه 24 آبان تا صبح در خیابان ماندند و با آتش زدن شهرداری و تسخیر فرمانداری این تصاویر تاریخی را از انقلاب خود به ثبت رساندند شما را دعوت میکنیم به صحنه های زیبا و تاریخی از انقلابیون بوکان دختران و پسران بیباک و جان بر کف درود بر تمامی جوانان ایران که شبانه روز برای آزادی تلاش می کنند. در یک ویدیوی ارسالی از بوکان یک شهروند با بلندگو از مردمی که در خانه ها هستند میخواهد که برای پیوستن به خیزش سراسری به خیابان بیایند این هموطن از پشت بلندگوی مسجد میگوید خواهرانمان بیرون هستند لطفا شما هم بیرون بیایید <applause> اما گزارش رخدادها در ایران تا این لحظه در دومین روز از فراخوان سراسری آبان امروز چهارشنبه 25 آبان 1401 صاحبان کسب و کار و بازاریان در استانهای مختلف همچنان تعطیل هستند در برخی شهرها نیز شهروندان هسته های اعتراضات خیابانی را تشکیل داده و شعارهای ضد حکومتی سر دادند امروز دومین روز از اعتصابات و اعتراضات همگانی است که طی روزهای گذشته گروههای مختلف درباره آن فراخوانهایی صادر کرده بودند جو کامیاران امروز امنیتی گزارش شده است با این همه ویدیوی دریافتی از این شهر نشان می دهد که جمعیت بزرگی از مردم موترز این شهر در مقابل منزل فعاد محمدی که شب گذشته به ضرب گلوله نیروهای امنیتی در کامیاران کشته شده تجمع کرده و شعارهای ضد حکومتی سر می دهند. به گفته منابع محلی امروز در ادامه اعتراضات مردمی در کامیاران نیروهای مسلح حکومتی با شلیک گاز گاز و گلوله های ساچمه ای به سمت معترزان شلیک می کنند. شامگاه شنبه، 24 آبان دست کم سه نفر از معترزان در شهرهای کامیاران و سنندج در اثر اصابت گلوله های نیروهای سرکوبگر کشته شدند. منابع ایران وایر نام این شهروندان را ایسا بیگلری، فعاد محمدی و زانیار الله مرادی اعلام کردند. در سنندج نیز ویدیوهایی دریافت شده که نشان می‌دهد بازاریان و کسبه این شهر در دومین روز اعتصابات سراسری مغازه های خود را بسته و به اعتصابات سراسری پیوستند. در شهرهای دیگر استان کردستان از جمله مریوان و قروه نیز اعتصاب بازاریان برقرار است. امروز بازاریان و کسبه بوکان در دومین روز فراخان مردمی برای اعتصابات و اعتراضات سراسری بار دیگر مغازه های خود را بسته و به اعتصاب سراسری پیوستند در خوزستان بازار طلا واقع در خیابان طالقانی شهر اهواز تعطیل است و کسبه فروشگاه های خود را باز نکردند امروز بازاریان و کسبه در دومین روز فراخان مردمی برای اعتصابات و اعتراضات سراسری مغازه های خود را بسته و به اعتصابات سراسری پیوستند ویدیو های دریافت شده نشان می دهد که در منطقه کوهسار تهران مغازهداران و مکانیکی ها با بستن مغازه های خود به اعتصابات سراسری پیوستند همچنین تصاویری از تعطیلی مغازه ها در بازار آهن شاد خیابان منوچهری خیابان ایران شهر اتوبان ستاری و بازار بزرگ منتشر شده که نشان می دهد مغازه ها همچنان تعطیل است در شهرهای شیراز و کازرون نیز شهروندان در دومین روز اعتصابات سراسری شرکت کردند ویدیویی از شیراز منت شده که نشان می دهد بازاریان خیابان منتهی به شاه چراغ در روز 25 آبان اعتصاب کرده و مغازه های خود را باز نکردند در اصفهان و شاهین شهر نیز کسبه و بازاریان همچنان در اعتصابند ویدیوهایی از خیابان چهار باق به عنوان یکی از تجاری ترین خیابان های اصفهان منتشر شده که نشان می دهد تمام مغازه ها در این خیابان تعطیل است همچنین اتحادیه آزاد کارگران از دومین روز اعتصاب کارگران زباهن اصفهان خبر داده است. بر اساس این خبر کارگران شرکت زباهن اصفهان از بخشای مختلف شرکت در اعتراض به عدم رسیدگی به خواسته هایشان برای دومین روز متوالی دست به اعتصاب زده و در محوطه این شرکت تجمع کردند. این اعتصاب مطابق فراخوان از پیش اعلام شده کارگران صورت گرفته است این کارگران خواستار تحقق مطالباتشان از جمله افزایش دستمزدها اجرای کامل طرح طبقه بندی مشاغل و دیگر خواسته است ادامه ی حمایت های بین المللی از انقلاب ایران سرکوب ها نشان می دهد جمهوری اسلامی از سرنگونی بیم دارد. شبکه ی با اشاره به تداوم خیزش ضد حکومتی در ایران با استناد به گزارش سازمان ملل نوشت در دو ماه گذشته حدود 14 هزار نفر در ایران بازداشت شدند و برای حدود هزار نفر به اتهام دست داشتن در ناآرامی ها حکم قضایی صادر شده است. در این گزارش که روز سهشنبه شنبه 15 نوامبر منتشر شده به صدور حکم اعدام برای بعضی زندانیان و درخواست 227 نماینده مجلس شورای اسلامی از قوه قضاییه جمهوری اسلامی برای اجرای سریعتر احکام علیه معترضان و حتی اجرای حکم اعدام اشاره شده است هرچند سازمانهای حقوق بشری در مورد اجرای احتمالی احکام اعدام در ایران هشدار دادهاند اما برخی تحلیلگران امور ایران میگویند با وجود تمایل نمایندگان مجلس جمهوری اسلامی به اعدام معترضان اما حکومت آن را دارد که اجرای این احکام خشم مردم را تشدید و موج اعتراضات را شدیدتر می کند. سازمان ملل متحد و رهبران غربی از مقامات جمهوری اسلامی خواستند برگزاری دادگاه های نمایشی و صدور احکام اعدام برای شهروندان معترض را که بازداشت شده اند متوقف کنند. ریک اسکات سناتور جمهوریخواه فلوریدا با اشاره به گزارش سی در توییتی می نویسد ایالات متحده چشم خود را روی رفتار بد رژیم ایران با معترضان نخواهد بست این منزجر کننده است و نشان می دهد رژیمی که از سرنگونی خود می ترسد. اجازه نمی دهد شهروندان خودشان برای سرنوشت خود تصمیم بگیرند او تاکید کرد ما در کنار معترضان ایرانی ایستاده ایم و این بی ادالتی را تحمل نخواهیم کرد وزیر خارجه سوئد درباره خیزش سراسری در ایران و سر سرکوب وحشیانه آن گفت وضعیت سرکوب ها در ایران بدتر شده و میزان خشونت حکومت علیه مردم در خیابان ها وحشتناک است او با اشاره به تحریم های اروپا علیه رژیم ایران تاکید کرده هیچ معامله بر سر موضوع حقوق بشر و تلاش برای دستیابی به توافق اتمی با جمهوری اسلامی وجود ندارد رابرت مالی نماینده آمریکا در امور ایران که به پاریس سفر کرده میگوید که یک جنبش مردمی عمیق مداوم و شجاعانه در ایران وجود دارد که به نظر نمی ضعیف شود به گفته مالی در طرف دیگر رژیمی وجود دارد که از خشونت به طرزی وحشیانه استفاده می کند و آمریکا این خشونت را محکوم و عوامل آن را تحریم می کند هرچند رابرت مالی از اظهار نظر درباره موزه اخیر مکرون در مورد انقلاب در ایران خودداری کرده و گفت وظیفه من تعریف رویدادهای جاری ایران نیست اما افزود این صفحه از تاریخ ایران را خود ایرانی ها می نویسند او تاکید کرده چون این صفحه در تاریخ در واشنگتن بروکسل پاریس یا ل. نوشته نخواهد شد